بله، ما راستش واقعا هنوز در شوک این اتفاق هستیم و هنوزم اون اتفاقات رو هی با خودم مرور میکنیم و واقعا به هیچ جوابی نمیرسیم که چرا روند پرونده اینقدر عجیب غریب پیش رفت و حالا حکم تایید شد 10 روز بعد اجرا کردن و اینقدر اصرار داشتن که خیلی سریع حکم رو اجرا کنن. حالا بعد از اون که دوبار مردم رفتن جلوی زندان، حکم یه جورایی جلوش گرفته شد جلوی اجرای حکم، ولی حالا همون روز قبل اجرای حکم خود وزیر کشور شخصا رفت اونجا، آقای وحیدی. و این کلن این اتفاقاتی که قبل از اجرای حکم و حالا بعد از اجرای حکم افتاد اصلا واقعا برای ما غیر قابل درک و اصلا غیر قابل فکر کردن بود. اصلا چرا همچین اتفاقاتی باید بیفته و در تاریخ هم سابقه نداشته اتفاقات اینجوری برای خانواده بعد از اینکه عزادار میشن پیش بیاد. خب تو این 40 روز علاوه بر دردی که خانواده از اون اتفاق و اون جنایت وحشتناک داشتن، خب خیلی از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار بودن از طریق مختلف، هر جوری بود که فشار آوردن و انقدر اتفاقات متعدد و پشت هم افتاد که واقعا هر روز این 40 روز برای ما اندازه یه سال واقعا گذشت. همون روز اولی که ما متوجه شدیم حکم اجرا کردن، خب برادرش رو دستگیر کردن و بردن، برادر بزرگترش رو محسن، و فقط برای اینکه تو اون روندی که حالا خودشون میخواستن خاکسپاری رو انجام بدن بدون اطلاع به خانوادش، یه نفر رو شاهد بگیرن و خب اجازه برگزار هیچ مراسمی روز اول ندادن. و وقتی قرار بود ما مراسم سوم داشته باشیم، شب قبلش حمله کردن به خونه که مجید تو زندگی میکرد و پدر مادرش رو زدن، برادر و خواهرش رو دستگیر کردن که حالا خواهرش رو بعد از چند روز آزاد کردن، ولی برادرش رو 1 ماه بدون هیچ دلیلی. ما واقعا هنوز نمیدونیم چرا باید 1 ماه، اصلا هیچ خبری ازشون نبود و با قید وثیقه آزاد کردن که بعد از اونم کلی حالا تعهد و تهدید که هیچ اقدامی نباید صورت بگیره و کلا باید سکوت کنن. و روز تولد مجید 18 خرداد بود، حالا 2 هفته بعد از حکم اون اتفاق افتاد که قبر مجید حالا اون پارچه که روش تو آتیش زده بودن. و واقعا نمیدونیم چرا اینقدر، اگر واقعا این کارو کردن و قبول دارن، چرا اینقدر میترسن و چرا اینقدر فشار میارن که خانوادش حق عزاداری نداشته باشن. ما سنگ میخوایم بذاریم رو قبر، میگن نمیتونید بذارید، ور میدارن. پارچه میذاریم میان آتیش میزنن، گل میذاریم میان مجبورشون میکنن گلا رو وردارن. هفته پیش بالای 5-6 ساعت کل خانواده با کلی ذوق و شوق نشسته بودن، گلا رو تک تک رو قبر مجید چیده بودن و یه ذره با خودشون داشتن عزاداری میکردن. همون لحظه واقعا میان مجبورشون میکنن خودشون تمام گلا رو بکنن که حالا بعد از اون مردم نیان اونجا. و انقدر فضای اونجا امنیتی هستش، انقدر دوربین زیاد هست و راه ها رو بستن که اجازه نمیدن هیچ کسی اونجا حضور داشته باشه. و هر وقت خانواده رفتن اونجا کلی داستان و دردسر و دعوا و بحث داشتن. برنامه‌ام برای مراسم 40 از 1 شنبه از چند روز قبل بهشون اطلاع دادن که شما اصلا این چند روز حق ندارید برید سر خاک تا آخر هفته تا جمعه. و حالا اگر اوزارون هفته بعد، چون میترسن که حالا احیانا هر نوع حالا مراسمی و هر نوع حالا حضور مردمی سر خاک باعث مشکلی بشه، کلن راه ها رو بستن و اجازه حضور هیچ کس حتی خانوادش رو بر سر مزار مجید نمیدن. و همینطور بقیه بچه ها، صالح و سعیدم بکنم 10 تیر تولدش، اونم اجازه نمیدن که سر خاکش بره. و همینطور صالح همشون فکر کنم حتی خانواده خب اجازه
جمع شدن تو خونه هم حتی ندارن. یعنی خب اون اتفاقی که تو مراسم سوم افتاد، خب از روز قبلش به خانواده گفته بودن که شما نمیتونید برید سر خاک، و قبول کرده بودن و قرار بود بشینن خونه، ولی خب اون شبش اومدن اونجوری حمله کردن و همه رو دستگیر کردن. یعنی اینکه تو خونه هم حتی شما حق ندارید عزاداری کنید و سر خاک که اصلا اجازه نمیدن، و فکر کنم اصلا اجازه نمیدن تو خونه هم حتی کسی وارد خونه بشه. یعنی حتی اعضای دیگه خانواده هم مثلا بقیه خانواده هم بخوان برن پیششون و سر بزنن اجازه ندارن، چون میترسن که این تعداد از یه حدی بیشتر بشه و خب پیان اونجا باز همین منوال هست و اینا جلوی همه اتفاقات رو میخوان بگیرن. ما واقعا هیچ وقت فکر نمی کردیم که تو همچین شرایطی قرار بگیریم که اینقدر خانواده سر یه اتفاق تحت فشار قرار بگیرن، و یه هایی واقعا این یه بمب انگار زندگی آدم منفجر میکنه و هر روز از و هر لحظه از زندگی کل خانواده تحت شعاع این اتفاق قرار میگیره و انقدر دامنه اتفاقاش وسیعه که واقعا هیچ کسی از اعضای خانواده نمیتونه به صورت عادی زندگی کنه. خب ما حالا ایران نبودیم و تنها کاری که حالا ما میتونیم انجام بدیم این بود که صدای خانواده و صدای بچه ها باشیم و هر کاری تونستیم کردیم که به حالا هم مردم عزیزمون و هم به جوامع بین‌المللی برسونیم که خب این ظلم و این اتفاقا داره شکل میگیره تو سال 2023، تو این شرایط این اتفاقات عجیب غریب داره میافته. حالا متاسفانه هم هر اتفاق زورمون نرسید و حکم اجرا شد بدون هیچ مدرکی. بعد از اونم خب ما فقط تنها دغدغه داره که داریم اینه که اسم بچه ها از یاد نره. و حالا درست این اتفاقات عجیب غریبی که الان ما داریم میشنویم و ازش رد میشیم و حالا یه جوری انگار داره برامون عادی میشه تلخه، ولی فکر کنم همه ما مردم باید پیش خودمون فکر کنیم که هیچ وقت این اتفاقا رو نباید بذاریم عادی شه و صدای تک تک این بچه ها باشیم تا این اتفاقا برای خودمون رخ نده.